پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ با پشتیبانی از پیمانی ناتو دعوت کرد که ایالات متحده آمریکا خراجات نظامی را افزایش دهد. روز 28 فوریه در اولین پیام خود به هر دو مجلس کنگره دونالد ترامپ وعده داد که برای احیای به اصطلاح روحیه آمریکایی تلاش می‌ورزد. پرزیدنت آمریکا همچنین از وعده‌های پیش از انتخاباتیش یادآور شد و گفت که شهرهای آمریکا از توجه دور ماندند. کارگران آمریکایی از افزایش نرخ‌ها و ویژه قیمت حفظ بهداشت اذیت می‌کشند. اینفراستراکتور فرسوده شده، میزان جنایت مهاجران بالا رفته است. در ادامه پیامش دونالد ترامپ بار دیگر به ضرورت محو به اصطلاح تروریسم اسلامی افراطی، به خصوص گروه دهشت افکن دولت اسلامی اشاره کرد. او گفت به وزارت مدافع دستور داده است برنامه نیست کردن شبکه دهشت افکن دیش را که در کشتارهای وحشیانه نصرانی ها و مسلمانان، زنان و کودکان تمام دین و مذهب ها دست دارد تهیه کند. در دوره پیش از انتخاباتی دونالد ترامپ بعضی نکته های مهم آیین‌نامه پیمانی ناتو را زیر سوال گذاشته بود، ولی در پیام دیروزه او از ناتو حمایت کرد. ما شدیداً از ناتو پشتیبانی میکنیم. این پیمان در سالهای جنگ دوم جهانی فاشیسم را از حاکمیت برکنار کرد، در سالهای جنگ سرد کمونیسم را شکست داد، ولی هم پیمان های ما باید عهده‌داری های مالی خود را اجرا کنند. حاضر بر پایه صحبت های صمیمی ما آنها این کار را اجرا میکنند. Based on our very strong and frank discussions, they are beginning to do just that. In fact, I can. پرزیدنت ایالات متحده آمریکا توجه حاضرین را به کارین اوون جلب نمود. همسر این زن ویلیام راین اوون که در نیروهای تعینات مخصوص ایالات متحده ایفای وظیفه میکرد، اخیرا در یک عملیات ویژه بر ضد جنبش تروریستی القاعده در یمن کشته شد. ترامپ همچنین گفت که حکومت سابقه داران ارتش را فراموش نمیکند.